นี้โอ้โอ้โอ้โอ้ناک اوت اومدیم با یکی دیگه از خفنهای شبهای نبرد افغانستان مبارزه یکشن بریم. بدخشی و بختیار رزمانوف یک مسابقه خفن خیلی بچه گفتون چه توی کامنت ها به شدت گفته بودید و قرار ریاکشن بریم این شب و یه خبر خوبه دیگه، قرار به مسابقه جدید جاوید بشارت با حریف آمریکایی خودش یه مسابقه خفن قراره باشه، اونم ریاکشن بریم. یک شب به وقت ایران قراره برگزار بشه و انشالله فردا شب آپلود بشه ویدیوش، حتما منتظر مسابقه خفنم. دمتون گرم، مرسی که ساپورت میکنین، مرسی که لایک میکنین و بریم سراغ ویدیو. خانم ها و آقایان، 13 دقیقه مسابقه، مسابقه مرکزی لایو از تلویزیون جهانی طلوع عمر فقط در شب چه انرژی داره. می کلن توی مسابقات بعد اینجوری صحبت کنی؟ آره کلن، مثلا میخوای بگی عبدالعظیم بدخشی، بعد بگی عبدالعظیم بدخشی، مثلا اینجوری با انرژی بعد بگی. البته پر انرژی تره اینه که هم بعد بگی. آره نه با میخوایی داد بزنم؟ با حمایت از اتک انرژی درینک مشت پر قدرت و در نخست اتک از کارنر سفید، این مبارز با ریکارد از آذربایجان برد و سه باخت در رشته ام ام ای با قد 171 سانتی متر. 171 سانتی؟ مثلا بهش نمیخوره واجی، میخوره دومت باشه. بعد بچه ها اتک انرژی درینک رو من فکر کردم یه انرژیزایی که اصلا خارج تولید میشه، اینا تولید کننده اصلی کارخونه اصلیش توی هراته. جدی؟ بعد سایتش رو رفتم دیدم کلا تمام انگلیسی بود، آدرس کارخانه زده و هرات. تعجب کردم. حالا اسپانسر ویدیوه. آره کلا اونجا انرژیزهای خیلی باحالی تو شه. مانستر رو اتک کنه. دروازه 70 کیلوگرم از کشور آذربایجان. بختیار رزیمانوف. چه اسم سختی داره، من اشتباه کردم، رزمانوف گفتم، رزیمانوف. واریفش از کانال سیو، این مبارز با ریکارد نو برد و دو باخت در رشته ام ام ای با قد 174 سانتی‌متر و در وزن 70 کیلوگرم به نمایندگی ستاره های افغانستان از ولایت بدخشان افغانستان عبدالعظیم بدخشی. خیلی پر انرژی موزه افغانستان هم زده ببینی نقشه افغانستان و داور مرکز این مسابقه است استاد یوسف مومند. You know the rules. I want a clean fight. Pay attention to my comments at all time. Touch gloves. Go corner. چه خیلی مسابقات یعنی خفنه تو افغانستان. صدای طرفدارا رو میشنوی که دارن میگن یه سری بدخشی. بدخشی مرکزی عبدالعظیم بدخشی و بختیار ارزیمانوف 5 راوند 5 دقیقه. این گزارش که داره گزارش کنه خیلی عالیه. عبدالعظیم بدخشی هست 10 سال او کوچکتر است. بختیار ارزیمانوف هست. قد بدخشی هم فکر کنم 2 سانتی بزرگتر باشه. مبارزه هم آغاز شد با قضاوت آقای یوسف مومند. اصلا بوزه اینجوری میشه جذاب داره با گزارش. بدخشی و بختیار ارزیمانوف یه مسابقه خیلی جالب. سفید. این که گزارشگری بکنه. گفتن دوبله. سوتی. با قدرت با مقابل سرعت. روش عبدالعظیم بدخشی اون ویدیو قبلی که دیگه نفته خیلی حرفه‌ای بود. میزنه بختیار ارزیمانوف. خیلی گاردش جمع گرفته و یک فایتر خیلی نشان میده که با تجربه است. بله گاردشان جمع است و میبینیم که از لوکیک هم با احتیاط مبارزه میکنه و لوکیک البته داخل پته عبدالعظیم بدخشی میزنه و گارد گرفته و گارد بدخشی خیلی فرق داره با استر گاردش. عبدالعظیم بدخشی کوشش میکنه که یک مشت چپ خیلی خوب در بدن عبدالعظیم بدخشی. این حریف خیلی خطرناک است و حریف راحتی نیست. اوه گرفتش. اوه چه لگدی زد، چه قشنگ پاشو برد بالا، ولی خب وقتی گیر کرد به دستش افتاد روی زمین. تیز بیشتر زوم رو حرکات به جای اینکه حرکت بزنه.
این بختیار بیشتر زوم روی حرکات تنفکه گارد گیریش مثلا گاردش هم نکنه خیلی بسته بود، ولی گارد بدخشی کم باسته بیشتر دنبال این بود که ببینید چیکار قرار بکنه. آره. خیلی خوب در گارد عبدالعظیم بدخشی بختیار ارسیمانو از بالا رفتن به حالت خوابیده عظیم بدخشی در حالت خطرناک قرار داره. دفتش میبینی داره میگیره که قفل کنه زیر پایش. مبارزه در این لحظات در اختیار بختیار ارزیمانوف هست. نشان میده که با فایتر خیلی با تجربه است، آورد عظیم بدخشی رو در کنج قفس نتایج کنترلش کنه. بله چه ضربه زانویی زد آجی. خب شش پرتاب میکنه عبدالعظیم بدخشی. هر دو پایش چنگ میکنه. عبدالعظیم بدخشی رو داشته باشه. ببینیم که این تخلیکی هست که از این خبیب نورمگمدوف هم استفاده زیاد میکنه که دو پایه را قید میکنه تا که بهتر بتوانه که حریف خود را کنترل کنه. ببینیم که پایهاشان خطا میخوره از عبدالعظیم بدخشی. میتونه عبدالعظیم بدخشی از این حالت خود بکشه و سر پای بیایه یا خیر. سری مثلا ضربه نمیزنه. خیلی با تجربه. این حالت بیشتر اینا تو هم دیگه میپیشن. اجازه نمیده به عظیم بدخشی کمتر میشه. تکنیکای داره خستگی در اون کنیم. میبینید بدخشی داره خستگی داره و میبینید که فایت در کنترل داره. بلند شد. ایوه چه قشنگ پاشه. خستگی شده هر که علا بلند شد. استاد میشه اما فایت فعلا هم در کنترل بختیار است. ضربه توی نون پا دوباره انداختش. تک داون شد. مسابقه تا فعلا در کنترل بختیار است از آذربایجان. نمیشه بگید در کنترل باشه. عظیم بدخشی باید کوشش کنه در اینجا نمانه، باید زودتر حرکت انجام بده که از این موقعیت خود بکشه بیرون. تا اینجا شرایط مسابقه با برتری بختیار ارزیمانوف همراه بوده. بله خب شما میبینید که عبدالعظیم بدخشی خیلی ریلکس است، خیلی آرام. چرا اصلا ضربه نمیزنه بدخشی؟ ببین الان این پاشش قفل کرده، این وقتی پاش قفل شه میاد به سمت بالا دیگه. الان فکر کنم به خاطر همین ضربات نمیتونه بزنه. این افتاده روش الان میدونن که راوند اول دو سه پاش خیلی بد قفل کرده، پیشروی داره، باید نفس انرژی خود را کنترل کنه که آره. بر راوندای بعدی دقیقاً به خاطر همین چیزی که داره میگه بله با سیاست بعد مبارزه کنه. اگه همون اول انرژی تو همه رو بدی یو حالت بهتر بیاین سرویس میشه. چرا گیر داد رو پای بدخشی رو قفل کنه بختیار ارزیمانوف؟ عبدالعظیم بدخشی فعلا زیاد انرژی رو مصرف نمیکنه و کوشش گیوتین استادکایی باز هم گیوتین دیگه داریم. بچه گیوتین میشه کدوم حرکت دقیقا؟ بختیار ارزیمانوف ما باز هم گفت خیلی قدرتمند است. اون مگه نمیشه چوک با مقابل سرعت از فکر میکنم این مسابقه او با ورزشکاران از کشور روسیه دو دقیقه دیگه داریم تو راند اول تموم شد مسابقه داده. این اتفاق خاصی میفته به نظرم بدخشی و حالت ایستاده مبارزه رو در رو خیلی بهتره. تو نورسالی صاحب یک تخلیک متوجه شدی بالای سر عظیم بدخشی کار میکنه. وقتی عظیم بدخشی میره در دفاع بالا او عاجل پایش میگیره تک داونش میکنه. بله آ تک داون لول زمین رو گیره لول چینج میگه. البته لول خود خیلی خوب چینج میکنه. یعنی او ضربات زد. ای با چی شد چه قشنگ داره ضرب زانو رو میزنه. خیلی قشنگ میاره بالا زانو از عظیم بدخشی. دفاع خیلی دوباره میخواد پاشو بگیره. گیر داده رو پاش. ایوه لگت یک حمله خوب دیگه اجازه نه میخواست دوباره میگیرتش بقل حریف ثانیه های خوب زانو میزنه. راوند اول و عظیم بدخشی بعد از اینکه سر پا میشه یک فایتر کامل کاملا مختلف متفاوت معلوم میشه. زمین البته بختیار خیلی زور بود. خب میدونین شما حرکت های بختیار خیلی خوب است. از مشتای از این بدخشی خودم بسیار مقبول میکشه. خیلی شل زر بزن. بله چه جا خالی هایی بود میگم مشتا خودش میکشه داره ضربه میخوره. میبینی بود بود باجی کلش رو داغون کرد من ایزانو ها بار داره میگیره اینو میبینی نه خواهی سرش داره میخوره. خیلی معلومه خسته شده. معلومه خیلی خسته شده. راند اول تموم شد. بریم سراغ راند دو. راند اول که چی یکسانی داشتیم تقریبا. خب ضربات بدخشی به نظرم بیشتر بود. خب این راند واقعا خیلی خطرناک است به خاطر که حریفش خیلی خسته شده. امکان داره که آره به نظرم بختیار خیلی خسته شده. ببینید نفس زدنش مشخصه. من فکر نمی‌کنم بدخشی من فکر نمی کنم که بختیار در این وقت
شاید کوشش زیره بکنه که مسابقه را باز زمین ببره، چون که دفاع عبدالعزیز بدخشی خیلی خوب بود و اگر این سر پای استاد میشه و خسته است مشتاشون باز میشه و مشتاشون سرعت کم داره و شاید ضد حمله عبدالعزیز بدخشی بتوانه که یک چند تا مشت خیلی خطرناک بزنه. کسی که داره گزارشگری میکنه واقعا کارش بیسته. آره این دو نفر واقعا خودش خیلی حرفه چیز میکنه. آخه من جهانشی همین که داره گزارش میکنه، این که صداش گرفتن هم نازکتره. این جهانشی بود گزارشگر فوتبال کلا ورداشت تو افغانستان، بعد اومده بود یه گزارش کرده بود فوتبال اینا بین کیو لیگ فکر کنم قهرمان اروپا بود، بعد اون گفته بود که توی ایران چند ثانیه دارن دیرتر این مسابقه رو میبینن. بعد اگه یاد باشه این فوتبالیست ایران بود، انصاریان بود که بود که فوت کرد بر اثر کرونا. اون اومده بود سر همین جریان یه توهین کرده بود به افغانستانیا فکر کنم تو برنامه زنده. چرا؟ که حواست به حرف زدنت باشه به این گزارشگر گفته بود، چون گزارشگره حالا سر هر چیزی اومده بود، حالا بچه‌ها بنویسن داستان اصلیشو. گزارشگره اومده بود گفته بود که آقا شما چند ثانیه تو ایران دارن اینو دیرتر می‌بینن، حالا شاید مثلا قصد بدی نداشته، ولی از اون ور فکر کنم انصاریان بود، خدای کی بود دیگه، دیس دیسپک به همین. آره دیس دیسپک چیزی شده بود دیگه، بعد سر همین یه جریان خیلی بدی به وجود اومد. بله مسابقه فعلا استاد پیش میره. آره. خیلی عرق کرده وقتی خسته شده. چرا ما خسته شده؟ دستش به نظرم حرکات صاف میشه. ببینی اوه اوه وای 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 اوت ناک اوت وای وای خیلی خسته بود. داداش دقیقاً حدس درستی زد، گفت ضد حمله میتونه، چون دقت کنی بختیار دستش خسته شده بود، هی داشت اینجوری مینداخت، یعنی خسته شده بود. این قسمت رو نکن میرد، ببینی دستاش رو میبینی، ببینی دستاش خسته شده، هی داره بالا پایین میکنه، یهو گارد خالی کرد، یهو گارد خالی کرد، تمام. وای 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 اصلا بیوش شد. وای ایوه خیلی خستگیش بیشتر میگرد، خیلی مشتی زد. ایوه آقا اخوش دوربین سری اومد بالا، همه تماشا جرای هم داداش خیلی خفنناک بود کرد، چه شوقی تو دلشه میبینی، یه دقیقه هم نگذشته میبینی از راند دو بوم. ایوه ایوه وضعیت بختیار ارزمانوف هم خیلی وقیل نباشه، خیلی خسته بود. چرا ما خسته بود؟ مش خیلی پرقدرت صورتش خورد از حال رفت، پس انشالله به حال میه و دیگه جور میشه انشالله. واقعا خیلی از مسابقه جالب و دیدنی بود. ببین الان این جیان فکر من توش مسابقه ندیدم، تو مسابقات سطح بین المللی ندیدم مثلا طرف نکنه چه بیارم بالا دوربین بالا سرش. حالا این یه چیزه نمیدونم تو افغانستان این کارو میکنه، چون من همچین چیزی ندیدم. مسابقه تمام شد، عبدالعظیم بدخشی برد. ای بابا ای بابا چه عجب مسابقه ای بود. تماشاگران به احترام عبدالعظیم بدخشی ایستادند. گزارشگر چقدر کنه است، از اول دارن تیم تدارکات بختیار دوربین رو با دست بزنه که اینا دوباره دوربین رو جلوی میاره به صورتش. آره. اگه یادت باشه تو اون بازی که حریف روسی شو زد شکست داد، بدخشی اومد ازش بغلش کرد و عذرخواهی کرد و این داستان پیاده کرد. یادت باشه. نه الان خب بیچاره بیهوش نیست که بیاد. نه اون بی آره اون نه اونم بیهوش شده بود، ولی بیهوش اومد اومد. آره. داشت دارم یه دوربین رو برمون بر دیگه. این عبدالعظیم بدخشی هست، چه بدن قشنگ هم داره، پرچم افغانستانه، قسمت بدخشان. توزه الان خارجو کردم. آره گفتم یه پرچم نقشه افغانستان درستی گرفت و در شب نبرد حضور پیدا کرد. بله و فکر میکنم حالا هوادارانش و واقعا توی مبارزات خیلی زیاد واقعا محبوبیت شب نبرد مبارزات MMA سیاست خیلی بود. همکاران عزیز ببین بهت گفتم کل خستگی شد، کل انرژی رو همون خست... اول کار هدر ندید و چه مسابقه ای بود داستان اصلا... دیدی بعد آخرش هم حرکت خاص بزنه بره سمت طرف که اونجا مسابقه ای بود که به نظر من مثلا کسایی که تازه کار این حرفه هستن میتونن درس خیلی زیاد بگیرن. آره که چجوری مبارزه کنن، داستان چیه. بعد کل بازی هم بخوای حساب بکنی کلن روی زمین که بخوای حساب کنی دست بختیار بود، دست بختیار ولی رو اون قسمت خیلی خسته کرد بختیار رو بعد خسته کرد کل همون لحظه که گاردش گذاشت، یعنی رانده یک جورایی میشه بگیم دست بختیار بود تا حدودی. آره
ولی راند دو اصلا خسته بود. مگه زیاد تایم استراحت نمیدن چجوریه داستان؟ این تایم استراحت میدن اصلا خستگی نداره. تو ام ام ای ممکنه تو 4 5 راند مسابقه کنن بر اساس امتیاز دیگه مثلا بگن کی برنده بود. آخه خیلی اصلا ولی اصلا دیگه دستش نمیتونه بره. ببین این یلا اصلا خالی کرد، بدخشی هم استفاده کرد از اینکه گاردن خالی شده الان و گارد نداره. حمله کرد با یه مشت هم بعد ناکوت که میشی مبارز کننده تیزیه. آره واقعا بعد ناکوت هم که میشی سیاست مدار هم تیز. دیدی اون قسمتی که ساف میشنش کرده بود قفلش کرده بود این کاملا داشت ریلکس کاملا داشت خستگیشو آره نفسگیریشو آره. خستگیشو در میبرد دقیقا که توی راند بعدی متوجه شدیم که اصلا دیدی اون بنده خدا شل شده بود ولی آره. بدخشی اتفاقا خیلی تیز شده بود. من اون حرکت قفل پای بختیار خیلی حال کردم برای اولین بار بود این مدل. آره قفل کلا فکر کنم اون سمت آذربایجان و چچن و روسیه اینا خیلی داستانشون اینجوریه. چون خود حبیب هم که تو مسابقاتش نگاه کنی من چند تا مسابقه داشتم اکثرشون رو همین حالت ناکوت کرده و برده. قشنگ قفل کرده مثلا طرفو و این حرکت داروشون پیاده کرده. کل داستان مسابقه هم همین بود. خیلی حال کردیم واقعا جالب بود. مرسی که ویدیوهای خوبه توی کامنت و پیشنهاد میدید. مرسی که اینو حمایت میکنید لایک میکنید. منتظر ویدیوی بعدی بدرود.